کره خاکی اسمش رو گذاشتند، اما بیشتر پوشیده از آبه. برای همین از دور مثل یک گوی آبی به نظر میرسه و شاید همین این تصور رو به وجود آورده که آب بر زمین منبعی پایان نیافتنی است. همین الان 9 نفر از 10 نفر در جهان دسترسی به آب دارند. بیشترین اونها با خیالی راحت در خونه خود به شبکه آب شهری یا روستایی متصلند. اما این خیال راحت برای همه نیست و نمیتونه همیشگی باشه. درسته که 70% سطح کره زمین پوشیده از آبه، اما 97% آبهای موجود زمین شورند. در بین 3% آب شیرین باقی مونده، 2% در دو سوی قطبهای زمین منجمدند و تنها 1% منابع آبی موجود زمین منابع آب شیرین قابل دسترسی‌اند. و همین منابع محدود هم همگی به سادگی قابل برداشت نیستند، چرا که بیشتر اونها منابع آب زیرزمینی هستند و درصد کمترشون منابع آب شیرین سطحی هستند. یک واقعیت قابل توجه دیگه اینه که همین منابع محدود هم به شکلی برابر در جهان پراکنده نیستند. در برخی نقاط بیشتر و در برخی هم کمتر. به همین نسبت نگرانی ها هم برای همه ساکنان کره زمین یکسان نیست. مثلا یک شهروند کانادایی چندین برابر یک شهروند کویتی به آب شیرین دسترسی داره، نه 10 برابر و نه حتی 100 برابر، 10,000 برابر بیشتر. با وجود توزیع نابرابر منابع آب شیرین در کره خاکی، یک واقعیت در سراسر جهان همه گیره و اون افزایش چشمگیر مصرف آبه. در حالی که طی یک قرن جمعیت جهان 4 برابر افزایش پیدا کرده، در همین فاصله مصرف آب بیش از 5 برابر بوده و حتی بهره برداری از این آبهای سطحی هم برابر نیست. برخی بیشتر و برخی کمتر برداشت می کنند. جالب اینجاست در کشورهای با منابع محدود آب شیرین در غرب آسیا و آسیای مرکزی برداشت آب بسیار قابل توجهه. کشورهایی در حال توسعه که عمدتاً هم در اقلیم گرم و خشک واقعند و بسیار متأثر از تغییرات اقلیمی، همین اونها رو در معرض تنش آبی قرار داده. تنش آبی مفهومی روشن اما دردناکه، مفهومی بسیار نگران کننده و بیش از قبل محسوس. در 17 کشوری که تصور میشه در آینده‌ای نزدیک با تنش آبی بسیار شدید روبرو باشند، 10 کشور از غرب آسیا وجود دارند، از جمله ایران، و چند تای دیگه هم به این جغرافیا چسبیدند. در این بین نرخ برداشت از منابع آب شیرین در ایران بسیار چشمگیرتر از دیگرانه. بعد از 5 پرجمعیت ترین کشور جهان، ایران در جایگاه 6 استفاده از منابع آب شیرین قرار داره، در حالی که 17 پرجمعیت ترین کشور جهانه. و در حالی که استفاده از منابع آب شیرین این گونه افزایش پیدا کرده، به وضوح روشنه که حجم منابع آبی در ایران به شکل نگران کننده ای کاهش یافته. و علاوه کاهش آبهای سطحی و تجدید پذیر، نرخ کاهش آب سفره‌های زیرزمینی تکان دهنده است، منابعی که تجدیدشون قرنها به طول میکشه. شاید برای همه روشن باشه که کمبود آب زندگی بشر رو به خطر میندازه. یک انسان بیشتر از 3 روز بدون اون نمیتونه زندگی کنه. اما واقعیت دیگه‌ای که بیش از پیش احساس میشه اینه که کمبود آب میتونه تبدیل به عاملی تهدید کننده برای بقای کل جامعه بشری باشه. بسیاری باور دارند عامل اصلی جنگ‌های در پیش رو دسترسی به منابع آب خواهد بود. با این حال همین الان هم بسیاری بحران آب رو یکی از عوامل اصلی تهدید حیات جامعه بشری میدونند، یکی از 5 تهدید بزرگ. بردیا افشین، لندن.